بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، إمام الأصنام الدهر، شمس زها و بدر الدجام، حجت ابن الحسن المهدی، صلوات بار الله رهبر اسلامیان، کی خواهد آمد؟ شیعیان را غمگسار مهربان، کی خواهد آمد؟ مولای من امام زمان، عظم الله اجورنا و اجورکم، آقای ما، سیدنا، مولانا، حجتنا، ولینا، بار اله رهبر اسلامیان، کی خواهد آمد؟ شیعیان را غمگسار مهربان، کی خواهد آمد؟ امام زمان میاد، مولای ما میاد. این الشموس الطالعه، این الاقمار المنیره، این معز الاولیا و مذل الاعدا، این الطالب به دم المقتول به کربلا، این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین، صالح بعد صالح و صادق بعد صادق. پرچم سرخ حسینی، شاهد است یعنی برای انتقام خون سالار شهیدان، خواهد آمد، خواهد آمد. این مطلب مال امروزه، همه جا محرم سیاه‌پوش میشه، توی مجامع شیعی لباس مشکی میپوشی به رسم عزام، درست گفتن. اما پرچم روی گنبد حسین قرمزه، دلیلشو میدونی یا نه؟ در عرب اگر جنگی صورت بگیره، یا انتقام میگیرن برای داغ دیدگانشون، پرچم مشکی میزنن سر قبیله و طایفه، یعنی ما جنگ کردیم بعد انتقاممونو گرفتیم، یا بعد از جنگ صلح میکنن پرچم سفید میزنن، یا اگر انتقام نگرفته باشن پرچم به رنگ خون میزنن. پرچم سرخ حسینی،
شاهد است یعنی برای انتقام خون سالار شهیدان خواهد آمد. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، القاموس الامان. و بعد قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. صبح عاشورای حسینی، روز ماتم و غم و اندوه، روزی که تمام ملائک، جن و انس، عرشیان، خداگویان، خداجویان، حق طلبان و حق گویان بر مظلومیت حسین و اصحاب حسین نوحه خوانی می کنند. این روز بسیار بسیار حزن و محزون و غمناک رو با این مصائب عظما رو به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافدا محضر شما دلدادگان عاشوراییان عرض تسلیت و تعزیت دارم. خداوند متعال این عاشورا رو آخرین عاشورای عمر ما قرار مدهد، به ما توفیق عزاداری با معرفت و بصیرت مرحمت بفرماید، ما رو از یاران حضرت سید الشهدا قرار بدهد. اموات و گذشتگان و شهدا، اموات از شما برادران و خواهران، من حقیر از سایق غریق به حال رحمت بگرداند، به برکت صلوات قرا بر محمد و آل محمد. دوست و برادر بسیار عزیزم جناب آقای دکتر ستوده، در برنامه امروز ساعتی که معین کردن و حضور ارزشمند شما خوبان بر این که زیارت عاشورا رو که در این روز عزیز و نورانی، دوست و برادر بسیار عزیز و پر افتخارم جناب معنوی مداح عالی قدر اهل بیت، مثل هر شبشون امروز هم زیبا زیارت عاشورایی رو خلق کردن. و بعد دقایقی که من مصده هستم، بعد مراسم نوحه خوانی و سینه زنی هست ان شاء الله، به وقت اذان در استکهلم نماز عاشورا توسط سرور عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج حکیم الهی اقامه بشود، نماز عاشورا. لذا محدودیت زمان وجود داره. در این فرصت منبر مطالبی رو عرض کنم امشبم که در محضر شما عزیزان و بزرگواران در آخرین شب منبر خودم و برنامه خودمون جناب آقای معنوی انشاءالله در خدمت عزیزان خواهیم بود. برنامه هم تا شب جمعه ادامه داره. کربلا یک واقعه بزرگی بود که به انسان درس حق شناسی و باطل شناسی میدهد. در عاشورا چه گذشت و عاشورا چگونه دانشگاهی بود، امروز می توانیم از زیارت عاشورا و از مفاهیم عاشورایی متوجه بشویم. عاشورا یک دانشگاهی بود که دلاور مردان شجاع عاشق دلداده به قرآن و اهل بیت، عابد زاهد از دنیا گریخته به خدا رسیده رو در خودش جای داد، گزینش کرد،
استخدام کرد و اونها رو به عنوان یک الگوی بزرگ رفتاری و اخلاقی از تربیت شدگان مکتب نورانی قرآن و اهل بیت به دنیای بشری معرفی کرد. امروز روز بزرگی بود. واقعه کربلا فقط و فقط از باب حزن و اندوه نباید نگاه بشود. بینندگانش و خوانندگانش از ابعاد گوناگون باید بررسی کنند. در این پیامک ها اومده ماه محرم ماه نالیدن نیست، ماه بالیدن است. من طلبه حقیر در این چند شب دیگه سبک و سیاق سخنرانی حقیر به دستتون اومده. خیلی راحت در فرصت چند ثانیه منصفانه میگم بالیدن، که الان بحث ما درباره اینه که ببالیم به این حسین که چه دانشگاهی رو تأسیس کرد. اما نالیدن نیست برای چی؟ علی اصغر شش ماهه فذبحوه من الاذن الى المذن، ننالیم. چه حرف مفتیه میزنید؟ بگید هم وقت بالیدن است هم وقت نالیدن است. نوح خان حسین ملائکه عرشیانن، روز عاشورا امروز پرندگان، چرندگان، خزندگان نوح خانی کردن، جن و انس نوح خانی کرد. مصیبتی بالاتر از مصیبت حسین نیست؟ اعظم المصائب. ماه بالیدن است، ماه نالیدن نیست. هر روز ما عاشورا، کل یوم عاشورا کل ارض کرب و بلا. هر روز بصیرت، هر روز معرفت، هر روز حسین شناسی، هر روز نماز و فلسفه نماز، زکات و فلسفه زکات، حجاب و فلسفه حجاب، همه و همه تو همین قیام حسینه. ننادیم برای اینکه اربن اربای علی اکبر، ننالیم بر محاسن خونالوده حسین، السلام علی الشیب الخضیب و علی الخد الطریب. سلام بر اون حسینی که پیشانیشو شکستن، سلام بر اون حسینی که محاسنش از خون فرق سرش و پیشانیش خضاب شده، سلام بر اون حسینی که عمامه از سرش برداشتن، سلام بر اون حسینی که بدنش رو زیر سم ستوران بردن، سلام بر اون حسینی که بدنش رو قطعه قطعه کردن، استخوانی بر قفسه سینش باقی نگذاشتن، سلام بر اون حسینی که نگاه میکند پر و بال زدن علی اصغرش را، سلام بر اون حسینی که نگاه میکند جان دادن علی اکبرش را، سلام بر اون حسینی که کنار القمه کمرش می شکند و کمر شکسته کربلا می شود. ننالیم به ابی انت و امی، بگم و نفسی و مالی به فدای تو حسین، پدرم، مادرم، جانم، مالم، فرزندم، وجودم. ننالید. کربلا دانشگاه بود، عاشورا قوقا کرد. روز قیامت برای ما هیچ عذر موجهی نیست. به گاندی گفتن گاندی چگونه تو سیاستمدار بزرگ هندوستان موفق شدی؟ کدوم استاد در رشته علوم سیاسی تحصیل کردی؟ گفت نه، رفتم تاریخ رو خوندم، رسیدم به یه آزاد مرد تاریخ بشریت به نام حسین ابن علی. دیدم تو این تاریخش زندگانیش میگه تن به ذلت نده، عزت تو حفظ کن، حتی جون تو بده.
اومدم برگشتم طرف مردممون، گفتم داریم میخوریم، نداریم از گرسنگی میمیریم. درس رشادت حسین را به مردمم ابلاغ کردم و هندوستان را از مصرف گرایی به طرف خودکفایی کشوندن. پیام عاشورای حسین به گاندی هندوستانی رسید، به ما نرسه شب اول قبر و قیامت بگیم ما حسین رو نشناختیم. اومدیم برش نوحه خواندیم، آی اونایی که اینا رو میگید، نوحه خواندیم اما حسینی نشدیم. عاشورایی ها کیانن؟ اهل غیبت نیستن. بیاییم امروز در روز عاشورا قول بدهیم نماز اول وقت بخوانیم، نماز عاشورا، قول بدهیم که دینمان را حفظ بکنیم، قول بدهیم تهمت نزنیم، قول بدهیم دروغ نگوییم، قول بدهیم به پدر و مادر جسارت نکنیم، همسرداری بکنیم، رعایت ادب بین همسر، زن و شوهر، بین پدر و مادر و فرزندان، شهروند خوب بودن، انسان خوب بودن، انسان ماندن، آزاده بودن، آزادگی و حریت خود را از دست ندادن. پیام همین عاشوراست. به مصیبتاش که رسیدیم اشک رسید، پیام داره. در همین زیارت عاشورا ببینید چی میگه. سراپاش حق شناسی باطل شناسی است. زیارت عاشورا دو تا پیام داره، حق شناسی باطل شناسی، دوستی دشمنی، اصلا از این خارج نیست. روز عاشورا امروز و هر روز دوست شناس خوبی باش، دشمن شناس خوبی هم باش. اگر دوست شناس خوب باشی، دشمن شناس خوب باشی، صابری عراکی چی تولید میشه؟ میدونی چی میشه؟ دوست شناسی و دشمن شناسی به وقت سلمان تربیت میکنه. سلمانو مننا اهل البیت. نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی صلی الله علیه. سلمان تربیت میکنه. اما اگر دوست شناس نباشه و دشمن شناس، ابو لهب تربیت میکنه. تبت یدا ابی لهب و تب، چون نشناخته. ابو سفیان تربیت میکنه چون دوست شناس و دشمن شناس نبود. یزید بدبخت شد به اعوان و انصار چون اینو نداشتن. اما زهیر چون که دوست شناس و دشمن شناس بود، در شب عاشورا میاد یک افتخاری رو خلق میکنه. همه موندن تو رو درواسی. هم در شب گذشته خبرایی بود کربلا. من حالا دیشب خطبه امام سجاد رو در محضر شما خوبان ایراد کردم، با یک مقدمه هم از بحث عاشورا داشتم، اما شب عاشورا اوقایی بود، وقت خواست حضرت. همه گفتن که پس وقت برای بیعت خواسته. ابوالفضلم واسطه بود. ابوالفضل مادرش، عرض کردم در شب تاسوعا، از قبیله بنی کلاب بود. کلابیه شمرم از بنی کلاب بود، لعنت الله علیه. وقتی که اومد کربلا، اومد امانامه ای آورد در خیام امام حسین، گفت بچه های فاطمه بنی کلاب بیان بیرون در امانه، من شمشیرم رو به خون هم طائفم رنگین نمی کنم. شمر وجود نورانی حضرت سید الشهدا فرمود ابوالفضل برو بگیر، در امانی، خودت و برادرات، برادرای من هستید، امان نامه براتون آورده، تشنگیه.
ابوالفضل یه نگاهی به صورت امام حسین کرد، آقا تقصیری داشتم من، کمکاری کردم من، چرا؟ گفت برادرات، عبدالله، جعفر، عثمان امان نامه آوردن میرید. گفت رفتن ما یعنی چه؟ ما میخوام خونمونو بدیم در رکاب حجت خود. شم رو برگردوندن. من یاد دارم عرض میکنم کلیدی برید دنبالش، این واقعه بوده. حضرت ابوالفضل رو فرستاد که وقت بگیرید. ابوالفضلی که مقدمش این اماننامه شم بود، ابوالفضل وقتی وارد خیام اونها شد و لشکر اونها، گفت حسین ابن علی وقت میخواد. اینا گفتن خب وقت میخواد برای این که بیعت بکنه دیگه، وقت دادن. گفت نه، صلوات عنایت. نه وقت برای اون، نه وقت برای مناجات با خدا. شب عاشورا مناجات بود، هر کس گوشه صحرا رو گرفته بود، هاذا مقام العائذ بک من النار. اما مقدمه این عبادت حضرت پالایش کرد، همه رو تو خیمه جمع کرد، فرمود مردم هر کس میخواد بیعتش رو با من برداره بره. همه نشستن محکم، روشون نمیشد. دستور داد چراغ رو خاموش کنن. چراغ میگن حیا به چشمه، روشون نمیشد. چراغ رو که خاموش کردن، بعد از مدتی فرمود روشن کنید. همه رفتن، یه عده‌ای موندن. اون عده خالص و مخلص که موندن، حضرت هنوز اومد اونها رو توی فیلترینگ خاص قرار داد که دیگه واقعا اونهایی که میخوان به فوز عظیم برسن بمونن، اونایی که قشی دارن، ناخالصی دارن، برن. فرمود این خیام حق، اون ور لشکر باطل. اینو شنیدن همه. گفت کسی از این خیام دیگه فردا این موقع زنده نیست. اون ور غنیمت دارن، اون ور دنیا، ملک ری. نوشتن عده‌ای خارج شدن، عده‌ای نوشتن نه دیگه همونا موندن. حضرت فرمود ببینم حالا زهیر تو مرگو چطور میبینی؟ مسلم ابن اوسجه تو چطور میبینی؟ یک به یک سوال کرد به چه ایده‌ای، به چه عقیده‌ای موندن تو این لشکر. گفت ای حجت خدا، دوست دارم در رکابت کشته بشم، دوباره زنده بشم، دوباره جنگ کنم، دوباره کشته بشم، شهید بشم. تو بگو چطور. گفت دوست دارم در رکابت شمشیر بزنم، قطع قطع بشم، دوباره بعد از شهادتم زنده بشم، دوباره شمشیر بزنم. همه دیگه این مرامو داشتن. روز عاشورا روز دوستی با خداست، روز دوست شناسی و دشمن شناسی است. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن آداکم. به زبون نه. صابرین ما که نبودیم سال 61 هجری، چرا نبودیم؟ میگه همین الان نمیگی یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما؟ میگه نمیگی ای کاش من بودم در کربلا، چقدر شهدای عزیزی، چه قیام نورانی، من بودم در رکاب شما به شهادت میرسیدم، به فوز عظیم میرسیدم. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. ای کاش ما هم کنار حسین بودیم، ای کاش ما هم کنار زهیر بودیم و حبیب بودیم و دیگر شهدای کربلا. ای کاش. اینا رو کیا میگن؟
اینهایی که عاشقن، اینهایی که سلمن، تسلیمن، حجت خدا دست به سینه ایم، دوستتیم، دوست دوستانتیم، دشمن دشمنانتیم، دشمن با دشمن دین و مذهب و قرآنیم. تا میرسه به اینجا میگی اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم، سپاسگزاری خدا، ستایش اون شکرگزاران بر این عزا. الحمدلله علی عظیم رضیتی، خدا یا سپاس بر این بزرگی عزا. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، خدایا ما میدونیم که شفاعت و عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شفاعت از آن پیغمبر و آل پیغمبره. میدانیم بر این که بهشت 8 درب داره، یکی از دربهاش نوشته باب الشهدا، باب العلماء، دانشمندان، فرهیختگان، ادبا، اهل قلم، اینا همه از اون در وارد میشن. یک درب بهش نوشته باب الحسین، باب الحسین، چه بهشتی که از اون در وارد بشی، شفاعت شده های حسین از اون در. امروز روز عاشورا، باید خواست اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین، خدایا منو ثابت قدم قرار بده در کنار امامم و کونو مع الصادقین، راستگوی به خدا باشم، راستگوی به پیغمبر باشم، راستگوی به امامم باشم. اهل صداقت دیشب موندن، امروز در این نبرد شرکت کردن و تا بعد از اذان ظهر هیچ کدومشون نموندن. و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین، با تو راستگو بودن. و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، اونایی که توضیح میده محضر این سرور عزیزم، دانشمند گرانقدر حاجی حکیم الهی بزرگوار و اندیشمندانی که حاضرند و عزیزانی که الان دارن برنامه رو به طور زنده میبینن، الذین بذلوا، اونهایی که بذل کردن، مهجهم، خود بذل بحث داره، مهج چیه؟ خون رو دم میگن، مهج چیه؟ دم القلب، خون قلبشون رو دادن. راغب اصفهانی میگه دم النفس، خون وجودشون رو دادن. بذلوا مهجهم، کجا دادن؟ دون الحسین، خون حسین کجا؟ خون اینا کجا؟ السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، سلام بر تو خون خدا. خون خدا یعنی چه؟ میگه خدا جسمی که رگ داشته باشه، رگش خون داشته باشه. اینا خیلی مطلبه، وقت زیغست دارم رد میشم. هر جا که بخواد خدا خونی رو انتقام بگیره، انتقامش با خدا باشه، اینو بهش میگن سار. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، سلام بر تو خون خدا و فرزند خون خدا، یعنی انتقام خون ریخته توی حسین با خداست. دون الحسین، این خون با خون من و شهدای کربلا یکیه. دون الحسین پایین تره.
الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. بذل چیه؟ من میخوام خودکاری بدم، هدیه کنم به کسی، میگم این خودکار رو بدم یا اون خودکار. هبه کردن، هدیه کردن، انتخاب میکنی، میگه اینو قشنگتره بدم یا این قشنگتره مال خودم باشه. این تو هدیه است. تعامل، معامله کردن، بعت و هازا به هازا، پول دادم جنس گرفتم، جنس گرفتم پول دادم، همه اینها کالا دادم کالا گرفتم، همه رو میدی تمیز میدی تشخیص میدی. اما تو بذل علما اساتید بگید یعنی چه؟ میگه دقت نمی کنه که کدوم بهتره، هر چی که داره میده. به این میگن باذل، بذل کننده. الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، اونهایی که بذل کردن، اونهایی که قیمت نگذاشتن، اونایی که نگفتن بریم تا این حد شمشیرم به دست بگیریم اما خنجری، شمشیری، نیزه‌ای، تیری به ما اصابت نکنه، کل وجودشون رو گذاشتن آمد. امروز روز بذل کردنه، امروز روز حسینی شدنه، امروز روز تمنا و تقاضاست که بگوییم یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. خود حسین چه کار کرد؟ اونم بذل کرد. ندا آمد حسین دریای خونین هست در راحت امروز، بگفتا من از این دریا خیال معبری دارم. ندا آمد در این دریا بسی طوفان شود پیدا، بگفتا کشتی بیباد را من لنگری دارم. ندا آمد جوانی چند باید تا شود قربان، بگفتا قاسم و عباس و اون و جعفری دارم. ندا آمد به قربانگاه قربانی شود لازم، بگفتا بهر قربانی علی اکبری دارم. نگاه کنید کیه حسین؟ بذل. ندا آمد قل و زنجیر از بحر که می باشد، بگفتا آبدینی هم مریض و مستری دارم. ندا آمد که راه شام پر از خار مغیلان است، بگفتا بحر این ره چون رقیه دختری دارم. حسین اینو جواب بده. ندا آمد که چوب خیزران از بحر که می باشد، بگفتا بحر چوب کین همچون لبان اطهری دارم. ندا آمد تنی پامال سم اسب می گردد، گفت خدایا این که دیگه مال خودمه. بگفتا بحر سم اسب کین یارب تنی دارم. ندا آمد زنانی چند باید تا اسیر کین، بگفتا در اسیری همچو زینب خواهری دارم. خدایا بذار بیا، خدایا من قول دادم ابراهیم اسماعیلشو برگردونده، چون من قول دادم اسماعیل کربلا علی اکبر رو بیارم. نگاه کنید این عشقه. قربون این عشقاتون، روز روز عاشوراست. امروز جناب معنوی اشاره‌ای داشتند و استفاده کردیم، فرمودن خدایا ممنونتیم، محرم رو درک کردیم، عاشورا هم گفتیم السلام علیک یا ابا عبدالله. چقدر توفیق. امروز روز حزن و اندوه، امروز روز معرفت، امروز روز بصیرت، امروز روز تغییر، امروز روز تنبه، امروز روز آدم شدن، امروز روز انسان شدن و انسان ماندن، امروز روز بیعت با حسینه، امروز روز بیعت با امام زمانه. امروز خیلی خبراست. ماه محرم ماه نالیدن نیست، ماه بالیدن. نه نه نه، نالیدن هم هست، بالیدن هم هست، هر دوش هست. این محرم و سفر، عشق ها، ناله ها، حسینیه ها، تکایا، اسلام رو حیات بگم.
در این چند دقیقه باقی مانده از وقتم انشاءالله مداح عزیز و پر افتخار و خوش ذوق و با صفا جناب آقای معنوی عزیز فیض میدن و نماز عاشورا توسط سرور عزیز و استاد عالی قدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حکیم الهی به عنوان نماز عاشورا ظهر عاشورا اقامه میشن. با این نماز خیلی تعریف ها داره. این نماز امروز در امنیت نماز میخونی، قربونت بشم حسین، داره حجت خدا نماز میخونه، یک به یک همه محاصره کردن حسین رو، سر نماز هی یک به یک میافتادن زمین، تیر میخوردن. من فقط روزم همین باشه. امروز خیلی روزه داره. امروز از علی اصغر بخون، امروز بوده، از عباس بخون، از علی اکبر، از قاسم، از عبدالله، هر چه مصیبت ها بوده که ما گفتیم در طول سال، امروز روزشه. اما مردم، حضرت دیگه لحظات آخر اومد وداع کنه، دیگه هیچ کس نداره، علی اصغرم دفن کرده، داره بر میگرده به میدان، یک دفعه دید یه صدایی میاد. این روزه رو میگن روزه وداع. مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی قدس الله نفسه و زکیه تو وصیت نامه‌شون از مراجع شیعه است، فرموده بودن هر موقع من از دنیا رفتم من رو ببرید تو حسینیگم، عمامم رو باز بکنید، یه سر عمامه رو ببندید به تابوت، یه سر عمامه رو به منبر، به یه روزخانی بگید بیاد روزه وداعی عمم زینب با حسین رو بخونه. من این روزه رو بخونم و مریضدارا، حاجتمندا، مشکلدارا، جوونا، جووندارا، اون عزیز فرزند 3 ساله پسر در ایران التماس دعا گفتن، شفای همه رو باید بگیریم. ما حضرت خیلی مقدمه داره، من اینم نمیگم احترام به وقت، اما همین که حضرت سید الشهدا وداع با همه کرد، از خیام که خارج شد یک دفعه دید یه صدای عاشقی میاد، صدای آشنایی میاد، صدای معشوقش میاد. آماده ای یا نه؟ صبری نما تا خواهرند قرآن بگیرد بر سرد، همه مهلن مهلا یبن از زهرا، مهلن مهلا به به به، مهلن مهلا یبن از زهرا، مهلن مهلا زهرا، این آرزو در دلم، اکبر ببندد محملم، مهلن مهلا یبن زهرا، مهلا جونم جونم کرده وصیت مادرم، یادت حسینم دم شهادت مادر بود، مادر منو صدا زد در گوش من حرفای زد، آره 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 یادم اومد خواهرم، ما
مادرم گفت زینبم حسین وقتی میخواد به میدان بره روز عاشورا مادر نداره. از طرف من زیر گلوش و بوسه بزن. به به چه خبریه تو این مرکز اسلامی امام علی استگو. قربون شما بانیا خیرین گریه کنا عزادارا. کرده وصیت ما در وقت میدان رفتند بوسم برادر حل جرد محلل محلا نه زهرا محلل محلا